وظیفه‌مون رو انجام دادیم. البته، ولی ما وظیفه‌ای داریم. اونم قدردانی از ماموران وظیفه شناس. متشکرم. ببخشید، ماموری که دزد و دستگیر کرد اینجا نیست؟ نه خیر، اون دیشب کشیک داشته. امروز راحتیشه. ممکنه آدرس منزلش رو به من لطف کنید؟ لزومی نداره به خودتون زحمت بدید آقا. اون وظیفه‌ش رو انجام داده. مازالک دلم می‌خواد ازش تشکر بکنم. اشکال نداره. اگه یه دفعه دیگه صدای بوق تو بشنوم جریمت میکنم. چشم بزنید سرسینتون پاک کنم. دست من دار. سلام عرض میکنم. آخه دو ساعتی که من اینجا وایستادم دارم بوق میزنم، پسره نمیاد در باز کنه. انگار نه انگار که من اینجا وایستادم دارم بوق میزنم. خب چرا در نمیزنی؟ آخه گفتم نکنه شما خواب باشین. صدای بوق نخراشیده که بدتر از در زدن. الان میخوای برم وسط در بزنه؟ خیلی خوب، دخل ما رد کن بیا. خیلی خوب، اجازه بده الان دخلت میارم. بفرمایید، اینم دخل یک دونگ از شش دونگ سرکارخان نایب جان. مال مریم هم رد کن بیا. مال مریم هم؟ خواهش میکنم، تقلا میکنم. ما با هم دیگه اختلاف معامله خیلی خیلی گنده داریم. باید خودش بیا اینجا باش حل کنم. میشه؟ خیلی خوب، بفرستمش بیا. بفرستش بیا. تون دم میره بفرستش بیا. سلام عمون جا. سلام، این هنوز خوابیده؟ عجب پسره تنبلیه. بهرام پاشو بابا، آفتاب پهن شده، چقدر میخوابی؟ کاظم اومده دم در دو ساعت داره بوق میزنه. آخه ناسلامتی تو هم صاحب یه دونگ تاکسی هستی. این پسره چقدر خوشخوابه، حتما باز دیشب بوق سگ اومده. نه عمو جون، دهم نشده بود اومد. مگه نه زهره؟ بله. به روبای گفتن شاهدت که گفت دوم بند. بهرام گفتم پاشو پسر جون. ده ببینم، تو با کاظم اختلاف حساب داری؟ من؟ نه. باشو برو صحبتو بگی. باشو. اختلاف معاملی استغفرالله. عجب شخانیه این سرکارخانه. با بفرمایید. بیا اینم دخل سدونگی. بیا. مرسی. حالا چرا نمیفرمایین تو صبحونه حاضره؟ صبحونه حاضره؟ قربونت برم الهی، شما بفرمایید، من مثل فشفش خودم میرسونم سر صبحونه. مریم جان میگم یه دونگ من دارم، سه دونگ شما، میشه چهار دونگ، درسته؟ منظور؟ یه دونگ به اضافه سه دونگ میشه چهار دونگ دیگه. من نه، من که نفهمیدم. اگر نفهمی ما رفتیم. بشین صبونه تو بخور. بخور میرم برم چیزی میخورم. خداحافظ. بذار بره به کارش برسه بابا، نترس، از گشنگی نمیمیره. بشین. سلام آقای همدونگ، یه روز نشد ما این صاحب مرده رو ورداریم بیاریم تو سر ساعت به تعبیرش بگیری. ای یه آهنگ ساختم به مرگ احمد شاهکاره، البته ترانم هست. میخوای همجا وسط بزنم؟ من خیلی خوب بلای خودش ساخته بود، من ول میکرم. ای گوش کن چی میگم، امروز ساعت ده صبح تمرین داریم. ها عمو جون، من دارم میرم خواهر، شما چیزی نمیخوام؟ نه جونم. خدا سلام عرض. بیا کازم آقا. کمک دنده رو بزنم سربالی نمیشه در شربالم سلاخ هستی بگی باشیم. چه صبونه این کرسل میزنی؟ مریم چشم و چراغ خونه ما. چراغ چی؟ خدا بیا موتش. مثل دخترم ازش نگهداری کردم. بینگ ارسیه پدرشو فروختم، این سدون تاکسی رو واسش خریدم. بالا نکشتی. خودت میدونی که. بله شما میدونی. خواستم سرمایه‌ای برای آیندهش باشه. بدبخت نشه. خب منم که عرضی نکردم، فقط گفتم اگر اون سدونگ بیا تو بغلم بشه چهار دونگ، واقعا عالی میشین شما. مگه ما بعد چهار دونگ میکنیم؟ بله. وقتی با بهرام عروسی کرد میشه چهار دونگ. دیگه هم در این باره حرفی نمیزنی. فهمیدی یا نه؟ صبونه زهرم شد. بشین بابا. من خودم واسه میزنم تو اصل میکنم. واقعا بی سلیقه‌ای. سلام عرض میکنم سرکار. امری داشتی؟ من اعتصام هستم، همونه که دیشب دزد خونشو گرفتین. ها بله بله، بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید تو. خواهش میکنم. بفرمایید تو. نه خیلی متشکرم سرکار، من فقط اومدم از شما تشکر بکنم. ضمناً میدونین که اون قالیچه فوق‌العاده قیمتی بود و خب اگه دوز می بردش متوجه هستید که؟ بله بله.
در این صورت طبیعیه که شما باید پاداش بگیرید. این حرفا چیه؟ وظیفه‌ام بوده انجام دادم. بله بله، ولی اصل تنبیه خائن و تشویق خادم چی میشه؟ همین تشکری که شما میکنین بهترین تشویق برای منه. چی میگه اینا؟ جایی درز نمیکنه، مطمئن باشید. درز نمیکنه؟ این حرفا چی آقا جان؟ اصلا شما چه اصراری دارین؟ من وظیفه‌مو انجام دادم، شما لطف کردین اومدین تشکر کردین، منم خوشحال شدم. دیگه کجاشو باید درس بگیرم؟ درس که بد نیست خانم. میگم اون یه دونگ سیفولخانه آژانه بگیریم بد نیستش. خب بگیرش واسه من دیگه. خیلی تو دخالت نکن، در هر صورت بفرمایید توی گلوی تازه بکنید. متشکرم، از لطفتون متشکرم. خداحافظ. خداحافظ. امیدوارم یه روزی جبران بکنم. اختیار دارین. خداحافظ. عجب مردمی هم. بودم سوی راست، اینم سوی راست. بفرما آقا جون، حالا یه خورده برو به سوی چپ. اینم یه خورده به سوی چپ. آفش بده، برو به سمت راست. حالا اینم سمت راست. بفرما حالا بپیچ به طرف چپ. تاکسی سوار شدی یا داری اکر بکر بازی میکنی؟ آه نادر نشد جبون، هم بقیل مقاله نگرد. حالی شد آخ بره آخ بره. میام پسر جم، میام. دکی 5000 چیه میدی دادا؟ دیگه بیشتر از این ندارم. تاکسیمت 25000 نشون میده. 5000 چیه میدی؟ ما 30 سال پیشم همینیم. الله اکبر، به خوشگی شانس. مسافر خود بخوریم. خبرته آقا؟ ببخشید زنم داره میزد، داره وضع هم میکنه. خواهش کنم بزن زیر تابلو ممنوع، هم داره میزد هم وضع هم میکنه. آقا زنم داره اگه میزد. ماشین پلیس بیاد من چه خاکی تو سرم بریزم؟ همیشه نگاه کن، چه نگاه کن، اینم پلیس. حالا بی درستش کن آقا. زیر تابلو کمو داری جنم کم ندیده؟ جان فرمان جون شما تقصیر من نیست. آقا زیر تابلو ممنوع واسه میگه زنم داره میزد، منو برسون دکتر. چی گرفتاری شدی؟ تقصیر من نیست جون شما. جام سروان 50 تومن جریمه میشی تا دیگه زیر توقف ممنوع وای نسی. از شما درد نکنه. یا اصلاحای میستانم بگی بار بنزین بزن. آخرین داره اینه قربون تو. بیاین دیگه. بفرمین. مرسی. الان اینم میره قاطی اونا میشه و شروع میکنن به سر و صدا. وای خدا به دادمون برسه. پاک زغالی سرم میکنه. میگم ازمین در خدمتون باشم. میام حضورتون. میام میام حضورتون. تو تمرینم کردی؟ الان میگه تاکسیم تصادف کرده بود. بله در هزار تحصیل بکنم شکر گاشته که دوشه تبریک. بله جریمش اینه که نهار باید بدی. بله خب بابا اینقدر شلوغ نکنیم، بذاریم توضیح بدم واسه تون. میشه بابا جو بیا، اینم شعره. این چیه دیگه؟ آره سی بچه ها باید موازه باشیم وقتی دخترها میان بیرون بیافتیم دوباره. خیلی خوب بچه ها، یالا حاضر بشیم. یک یکی دل به سوز
خون بشه تو سینه گره به کار دل زدم خدایا تو بازش کن برای هر محبتی سراپا نیازش کن درد بی عشقی درد زمونه زندگی عشق باقیش کمونه دلم برای من چه خوشیه حلاته خدا میدونه دل حلاته کاشکی من سر دل تو سینه داشتم پیش سر تا یار یه رو میذاشتم کاش از اون سر تا یکیش همون بود که امید قلب ناتمون بود دلم برای من چه خوش به حلاقه خدا میدونه دل حلاقه ای گوش کنین بچه ها یه صدای پا میاد مرگی تو صدای پا؟ میگم پا خنده 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 رو با پا اشتباه کرده چه اوچه رو چرا همچه بکنم زود باشین دیگه بچه ها وای دلم داره از گشنگی زف میگه نمیدونین چقدر گشنمه دید زود باشین دیگه وی 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 بچه بوده که دکتر کنه یه مال کنه اینم مال منه ها بعد بوده که مال یخ کنی مغزی بیا همینجا باید میگم اون سخوناشو براتون بیار بعد ببیرم بسه اون سخونم مرد خیلی ای بچه ها اومده اینجا کافه تریاز کنه یه چه مرتیب وز ابروهامو درست کنه فقط اینجا چرا فیلم به قبله باشه بیدی چطوری جونی؟ آقا یون چی میگه؟ هنه جدت نهی که نهی لبکم باش قندلی، بلخواد تایی پپسی هاشون ایچنی باقی میبونه اگه چی میگی بابا آبله با پنج تا ساندویچ با پنج تا پپسی از اینم بیار این چی؟ علی خیکی خوش منده من از اون میگه بازو کلاییه بیری رو مغز خیار یادم نکن بابا حوصله داری دیدین چه اسمی رو ما گذاشته خانم اسم بنده چیزه اجازه بده من خودم معرفی میکنم این آقای چیز اسم نحسش ایرجه باباش معماره یعنی خلاصه بساز و بندازی خودش هم نیناشناش درست میکنه یعنی جون همش آهنگ سازه مثلا این آقازاده فامیلش داریوشه خیلی هم بازی گوشه اما عین باباش دیرجوشه مثلا که معلم کلاس اوله ترقی هم نمیکنه خودش هم مزغون میزنه و اما اون آخری اون آخری اون گامبوه که اون تنش سطح گرد و قلمبه است روزی 7-8 تا نون سنگک و با 4 تا دیزی میخوره یک بچه بی ادبی هم هست که اصلا حد و حساب نداره عادت عجیبی داره مرتب انگوش کنه نگاه کنه انگوش کرد انگوش کرد بعضی وقتا یادش میره میاد دهنش تام نریکون کار چه وجود داره اسم این آقا بهرامه پدرش پاسپان حساب نریکون معذرت میخوام خانموی بنده است خلاصه ما سال هاست که با هم دیگه فامیلی خودش هم خیلی قشنگ آواز میخونه دانشجوی سال اول تاکسیرانی هم هست هر سال هم شاید اول میشه جریمه هم اگه بده 50 تومن کمتر نمیده یعنی روش نمیشه که بده پس بذار تو رو من معرفی کنم خواهش میکنم این آقا اسم کثیفش کاظمه نه تا حالا اسم باباشو به ما گفته نه چیزی خودشون به حساب خودش مثلا جیاز میزنه فامیل جیاز یه خود نمک پاشتن بود که بامزه بشه نفله هیچی بارش نیست از اون خراس خوشش اومد خب الان خانوما رو کی معرفی میکنه من میکنم نازی حاضر پری حاضر شیری حاضر فاتی مرده حاضر خودم هم مهری خودتونم اینقدر لوس نکنی خودم هم قربون همگی تو میام از دم او آباد بچه ها بده من ساندویچ منو بده ساندویچ منو بده برده پشتگی برده نوشیدنی پنیر لقمانش کن مال من دونه لبکه است خوشمزه بود خوشمزه است گوش من چی میگم من بچه ها دست جمعی میریم همینجا دست شب در اول زودی برمیگردیم تو جایی نری یا همینجا باش خب بریم بچه ای گام بودی بریم انگشت بکن تو دماغ تو بیم یاد دیگه انگشت بکن Ha ha ha!
تو جیبش نیست. خب واقعا همینطور هم هست. بچه ها بس دیگه. پری خانم ماشین حاضره. آقا فرمودن مهمون ها معطله. خب پاشین بریم دیگه بچه ها، را بیافتین ماشین اومده. باشه بریم. تبرکی من مال شمارم حساب میکنم خودت. متشکرم. خب فردا نهار مهمون منو. خموشیه قصه یه پیل و پشه برام ها دامو بسر برمونه دیگه. بابا داریم آهنگ میسازیم دیگه. افرایم پسری چقدر عصبانی آقا. باید تو دلش نرو. بار دارم. در بودی؟ چی شده؟ عصبانی نشو برام جون. بچه ها باید شوخی میکردن. شما دیگه شورشو در بردین. همه چی رو به شوخی میگیرین. میترسم این دختر قلمبه بشه سیخی که وایسه تو گلو تالی ببینی. آره. بابا بربود نیست برا بابا، این دختر لقمه تا نیست. تو دیگه چی میگه گنده بگ؟ برای توی عطای بارم در میاد. اگه جلوتو نگیریم زرتی عاشق میشی، گندش در میاد. آقای عاشق پیشه. آش پیشنهاد میکنم آقایون یه ست هنداغ یه ست بگیرن. دوست عزیز موفق باشی. برو به اینو. باشی. خب حالا موتورت میدی به من یا نه؟ البته که میدم، مال خودت. برو برش تو. برو. الو مهری جون سلام. سلام، حالت چطوره؟ خوبم، گوش کن، یه خبر داغ داغ واسط دارم. ده؟ زودتر بگو تا نسوختم. نهار مهمون برای بچه های دیروزی هستیم، میدونی که؟ ببینم، چشت پسره رو گرفته؟ بمیرم واسه تو که چشم تو رو نگرفته. داشتی ایرج رو با چشات میخوردی. تو میگی اونا قالمون نمیذارن؟ اگه همشون قال بذارن، بهرام قال نمیذاره. ماهی، عاشق خنده هاشم. پس میایین خب؟ قربون تو، خدافظ. خسته شدم. تو میگی دنیا گرده؟ ثابت شده. خب پس تو اگه از این طرف را بیفتیم، من از اون طرف، بعد یه روزی دوباره همینجا به هم برسیم. اگه با دوتا موشک بریم همینجا با هم تصادف میکنیم، بام. فکر میکنی من تو به هم میرسیم؟ پیشنهادی داریم؟ والا چطوری بگم؟ خب بگو دیگه. نمیخوای اول از پدر مادرت بگی؟ چرا؟ مادرم 10 سال پیش مرد. 2 سال بعد پدرم یه بیوه زن گرفت. اون اولا خوب بود ولی کم کم جاشو محکم کرد. حالا زن پدرم طوری قاپ پدرم رو دزدیده که بی اجازش آب نمیخوره. واقعا مسخره است. حالا چند وقتی که احساس میکنی من جاشو تنگ کردم، مرتب داره پدرم رو وسوسه میکنه که منو شوهر بده. منظورت چیه؟ اون میخواد منو بگیره واسه برادرش. یعنی بدون رضایت تو این کار ممکنه؟ به هیچ وجه. خیلی خوش گذشت، باید یه روز بیای با پدرم آشنا بشی. خدافظ. حتما. خدافظ.
سلام. سلام. کجا بودی؟ پدرت سراغتو میگرفت. کجاست؟ تو اتاق پذیرایی. قرار جمشید بیاد اینجا. خیلی خوب، به بابا بگو لباسم عوض میکنم و میام. سلام. سلام. الو. سلام. از صبح تا حالا ده مرتبه تلفن کردم نبودی. کجا بودی؟ تو بهشت. اگه بدونی چقدر خوش گذشت. وای خدا جون، چه پسر ماهیه. آره، خلاصه هرچی ازش بگم کم گفتم. آره خوش تیپه، اما چجوری بگم، یه خورده همچین خجالتیه. وای همینشو دوست دارم. پسر جمشید خان بیکلاس. تو رو خدا حرفشو نزن، اینقدر از اینجور مردا بدم میاد. چی؟ ای حقه، مردی که خودشو دونجوان میدونه. گوش کن، من میخوام از بهرام و رفقاش واسه پارتی پس ورد دعوت کنم که بیان اینجا. جون جون، پس داریوشم میاد؟ باشه حتما میام، قربون تو. خدافیز. سلام بابا. سلام خاله خانم. پری جون، یه دوش میگرفتی خستگی در میرفت. من خسته نیستم. پس راه دوری نرفته بودی؟ چرا اتفاقا؟ چرا اتفاقا زیاد موتور سواری کردی؟ اون پسر کیه؟ احتیاجی به خبرچینی نداشت بابا، من خودم بهتون میگفتم. بسیار خوب، خودت بگو. اون یه پسر ساده و صمیمیه، تا اونجا که من فهمیدم مثل بعضی مردا شیر پیله تو کارش نیست. کافیه دیگه. تو چطور اینقدر گستاخ شدی؟ خجالت نمی‌کشی؟ شما توقع داشتین من بهتون دروغ بگم؟ پری خانم، پدرتون بعد شما رو نمی‌خوان. شما فکر نمی‌کنید رفت آمدتون با اون جوان؟ شما دخالت نکنین. پری، من نمی‌دونم منظور شما از این خبرچینی چی بوده، ولی مطمئن باشین اگه من رنگ به کفشم بود با اون تا جلوی در خونه نمی‌اومدم. پری، ولش کن، عصبانی می‌شی واسه قلبت خوب نیست. جمشید میره آرومش می‌کنه. برو. بله چش. ببینیم پری خانم، من و پدرت خیلی شما رو میخواییم. من اون الان چند سالی که با هم دوست هستیم. نبض کارای پدرم دست شماست. پدرم هر چی داره، حتی زن عزیزشو از شما داره و غیره و غیره و غیره. این حرفا رو بیش از صد دفعه شنیدم، دیگه از بر شدم. پری خواهش میکنم عصبانی نشو. به من دست نزنین جمشید خان، اگه دنیام زیر رو بشه من از شما خوشم نمیاد. خوشت بیا، مگه خوراکیه؟ مسئله زندگیه پسر. بابا چرا متوجه نمیشین؟ الله اکبر، مگه نمیگین مسئله زندگی؟ درسته. خیلی خوب، من نمیتونم با کسی که از بچگی باش بزرگ شدم زندگی کنم. همین. آخه مگه چشه؟ ای بشینه که سر گوشش نمیجنبه. از اون دخترها میخوای که؟ نه بابا، نه نه، اینا نیست. پس چیه پسر؟ زیر سرت بلند شده؟ خب مگه چه عیبی داره بابا؟ هر پسری بالاخره باید از یه دختری خوشش بیاد دیگه، مگه نه؟ ها که خوشت بیاد. نه بابا، غلطای زیادی میکنی. تو حرفی میشه، شما به زور متوسل میشی. من نمیخوام مریم بگیرم، مگه زوره؟ برو هر غلطی که میخوای بکن، من دیگه جنازه مریم رو دور از جون رو دوشت هم نمیذارم. بابا اجازه بدیم من خودم با مریم صحبت کنم، ما زبون همدیگه رو بهتر میفهمیم. مریم، میخوام با تو حرف بزنم. من حرفی ندارم با تو بزنم. عصبانی نشو. چرا عصبانی بشم؟ گوش کن. بفرمایین، گوشم با شماست. من و تو از بچگی با هم بزرگ شدیم. یعنی وقتی تو یه دختر کوچولو بودی، من مدرسه میرفتم، بغلت میکردم، رات میبردم، رو شونه هم سوارت میکردم. خلاصه تو برام دخترمو نبودی، یه خواهر کوچولو بودی. چی؟ گریه میکنی؟ واچه رو گریه کنم؟ خب راست میگی دیگه. بارکلا، پس خودت متوجه میشی؟ بله، خیلی هم خوب متوجه شدم. خب دیگه فرمایشی نداری؟ من؟ بلی بلی، نفهمیدم. من نمیخواه داری پارتی دیره بیشه. چرا چرا، الان حاضر میشم. خب با اجازه. باری دیگه دود باش. بیانش کن. چی دیدی؟ چی دیدی؟ بری؟ ابلاغ شدم. سلام. یه سره تو کلام، یه سره تو کلام. جا خیش، میدونی یه حواس کردم بیشیدم وردل سردونگم. چی؟ چی شو؟ تشبولی؟
دعوت کردن یا دوستانش؟ هر دوشونو. ساکت باشید. موضوع عشق و عاشقی نیست، میدونم میدونم، نه ترس، نمیذارم ناکام بشی. خیلی خوب دیگه بستیم، بپرین تو آب بینم، بپرین تو آب. الان یه شیجه میام، این دورخیز اول هیچی، دورخیز دومو، دورخیز دوم بری اقب، بخوام شیرجه بیام اقب. دیدی شیرجه رو خوشه دو. صدات زدم خیلی مرحبت میخوام. چیه ناراحتی؟ نه چیزی نیست، فقط یه خودم نگرانم. میدونم نگران؟ برای چی؟ بیبری این پدرم منتظرته. بیا تو دیگه خجالت نداری، بیا. سلام آقا. بابا بهرام سلام کرد. آه بله بفرمایید. تو برو تو، من الان میام. آخه من سلام. سلام، بشینید. چشم. چی کار داری میکنی؟ دارم واسه ویسکی یخ در میارم. نمیخواد این کار رو بکنی، سکی نمیکنه، بیا باج کار دارم. پس با این تحصیلات جنابالی حد اکثر کارمند دونپایه میشید، یا از صداتون استفاده میکنید و مطرب خونه باز میکنید. بله؟ شما مسائل بدجوری توجیه میکنید قربان. خجالت بکشید، نه پدر و مادر حسابی، نه شغل حسابی، نه درآمد حسابی. شما با چه جرأتی میخواید دختر من خواستگاری کنی؟ آخه شما اجازه بدید من بگم. اجازه نمیدم، حتی اجازه نمیدم یک لحظه دیگه هم توی خونه بمونید. بفرمایید بیرون آقا، بیرون.
بهرام چی گفتین که گذاشت رفت؟ چی؟ دو کلمه حرف حسابی بهش دادم. شما حرف حسابی هم سرتون میشه؟ پدرم معذرت بخوام. همینه میخوای بگی نه؟ به هیچ وجه. پس چی؟ اگه اینقدر عصبانی نباشی بهت میگم. خیلی خب بگو، من عصبانی نیستم. اومدم بگم حاضرم باهات زندگی کنم. چرا میخوای زندگی تو به هم بزنی ها؟ من زندگیمو به هم نمیزنم، بلکه اگه تو بخوای میخوام تازه تشکیل بدم. یه تشکیلات میده اسم میخوام هم بزنم. یاد بگیری اینجور دخترها پیدا میشن که همه رو بدنام میکنن. یواش تر. من مخصوصا داد میزنم که بشنوه. داد میزنی که یواش، ولی یه دون میشه سه دون. این یادت نری. بسته تو رو خدا کاظم آقا. نفهمیدم تو که به من خوب شده بودی، حال دیدی؟ سلام. خب به 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 چشم ما روشن. سلام آقا. سلام سلام، چه نمیفهمی؟ متشکرم. شم پلیسی من میگه شما داشتین راجع به عروسی و اینجور چیزا صحبت میکردین، درسته؟ نه خیر بابا. نه خیر کدومه؟ شطور سواری که دلو دلو نمیشه. شما اگه همدیگر میخواین باز رسم و رسومش انجام بگیره. آخه یه مطالبی هست که باید بهتون بگیم پدر. من مطالب و این حرفا سرم نمیشه. اگه میخوای زن بگیری باز درست حسابی من برم خواستگاری با پدر مادرش صحبت کنم، اینطوری که نمیشه. آقا الان تشریف میارم. متشکرم. سلام عرض میکنم. آه سلام سرکار، چی اشکالی پیش اومده؟ اشکال؟ نه قربون، فقط آه فهمیدم، البته من به شما بدهکارم، ولی خودتون قبول نکرده. راجع به چی صحبت میکنی؟ آها اون مطلب رو میگی. نه خیر، اون که انجام وظیفه بود. خب پس چه کاری میتونم براتون انجام بدم؟ با اجازه. خواهش میکنم. بفهمید، خواهش میکنم، بفهمید، بشینید. میدونید غرض عرض بنده در مورد مسئله جوانان و نسل جدید و اینجور چیزا دور میزنه. پس موضوع به شما دو نفر مربوط نمیشه. بله. عرض کنم که میدونید این روزا بچه ها در مورد خیلی چیزا خودشون تصمیم میگیرن. در مورد تشکیل خانوادم والا چجوری بگم، سلیقه های مخصوصی دارن. خودشون میرن همدیگر رو پیدا میکنن، خلاصه خودشون میبرن، خودشون هم میدوزن. ببخشید ممکنه خلاصه کنید؟ من یه قرار ملاقات دارم. معذرت میخوام، به طور خلاصه عرض میکنم. مثل اینکه سبیه جنابالی و بندزاده به هم یه تعلق خاطر پیدا کردن. چی؟ پس اون آقازاده که اومده بود اینجا پسر شما بود؟ بله، البته فضولی کرده بود که سر خود اومده بود خدمت شما. بله خیلی هم فضولی کرده بود. بنده اومدم خدمتون عرض کنم چه ما بخوایم چه نخوایم، این دختر و پسر هم دیگر رو میخوام. عجب، با بنده زندگی کنی؟ همین یک کارم بوده که با آقا زندگی کنم. برفا میزنم. خب از محاسن آقازاده بفرمایید، ماشینشون چیه؟ کادیلاکه؟ ماشین؟ والا یه دون تاکسی تازگی واسهش خریدم. به به به
منزل آقازاده کجاست؟ همون طرف های شهر آرای کلبه خرابه ای هست که همه با هم توش زندگی میکنیم. واقعا که؟ ببینم شما دارید سوال میکنید یا ما رو مسخره میکنید آقا؟ مسخره میکنم آقا؟ یه نگاهی به دور و برت بکن آقا. مردم شخصیت که به این زرق و برقا نیست آقا. ده تا آدم شخصیت نداشته باشه این زرق و برقا رو به دست نمیاره آقا. این حرفا کدومه؟ گاندی یه بز داشته یه چرخ نخریسی، شخصیتش هم خیلی بالاتر از بنده و جنابالی بود. با من بس نکنید آقا. قابل بس رسید آقا. بسه. من خیال میکردم ما زبون همدیگر رو بهتر میفهمیم. اشتباه میکنید، ما زبون همدیگر رو نمیفهمیم. بله شما با زبون زرگری صحبت میکنید، همه چیزو با زر و سیم میسنجید. بس دیگه آقا، شوهر من نباید عصبانی بشه. عصبانی میشم، خوبم میشم، یه دفعه دیگه میشم. تو به چه حقی جرأت میکنی که آقا شما معلوم نیست از کجا آوردی مینازین؟ منم حق دارم به وظیفه شناسی و زحمت کشی و یک عمر خدمت صادقانه خودم بنازم. برو بناز آقا، اما دست از سر من بردار. عصبانی نشو آقا، خواهش میکنم. بسیار خوب، نه شیر شطور نه دیدار عرب. شیر شطور میخوام چیکار کنم؟ باشه. اما آقای محترم، نه شما تو این دنیا میمونید حضرت آقا، نه من. چیزی که باقی میمونه آدمیته. شما آدمیت دارید؟ خروار خروار، میخوام به شوهرتونم قرض بدم. متشکرم پدر بسیار عزیز، خیلی مهمون نوازی کردیم. تمام این آتش از گور تو بلند میشه. متاسفم پدر، شما اصلا حرف حساب سرتون نمیشه. خیلی بیشتر از تو که میخوای زنی مطرب بشی سرم میشه. اولا اون مطرب نیست، از اون گذشته. چرا نمیخواین قبول کنین که دوره این افکار پوسیده گذشته؟ با من یک و بدو نکن دختر. من دیگه بزرگ شدم و خوب و بد میتونم تشخیص بدم. خوب و بد؟ تو چه میفهمی بد کدوم و خوب چیه؟ فقط اونه که زن یه آدم حق باز لچر دوژن مثل جمشید بشم که دوستش ندارم. خجالت بکش پری. خوبم اونه که زن کسی بشم که شلک تو کارش نیست و دوستش دارم. همین. آره گم شو بیرون، تو دیگه دختر من نیستی. منم همین خیالو داشتم. خدافظ ایوا. یا دور اون دختر عیون‌زاده رو خط میکشی یا زود جلو پلاست رو ور میداری یا از این خونه میری. چی شده؟ همینی که گفتم، حوصله توضیح دادنم ندارم. آخه چی شده عمو جون؟ تو دخالت نکن. تو اصلا حساب شخصیت پدرتو میکنی؟ تو که پدر دختره رو میشناختی چرا گذاشتی من برم خواستگاری؟ چرا به من نگفتی که؟ الله اکبر، شما میخواستین رسم و رسوم اجرا بشه. بله، من خیال میکردم که با آدم طرفم. شما از اول نباید تو این کار دخالت کردین؟ اوضاع انقدر خراب بود که خرابتر نمیشه، یا اون دختره یا خانواده. خیلی خب میرم، انگار چی میشه؟ خوش اومدی. نوبر خونه آورده. عمو جون خواهش میکنم. بذار بره، خودش سرش به سنگ میخوره و برمیگرده. نگردم آقا، راتون از کدوم طرف؟ عجب امضای. مبارک حالا دیگه باید دست به دست کنیم. مبارک بیا میرم دست داره بزنیم تو دست ها حالا بکنیم. مبارک باشی. آره آواز بخونیم تا ما قضامونو بخوریم. این کافه ها مرگ من حالا خیلی خوب، تو بیشین قضا تو کوف کن. من میخوام واسه عروس تمام ساز زنجیر میکنم که قضا بهشون بچسبی. به فرمانی رب آخری دست پخت بعد یه قضا را اینجوری سگ بذاری خوردن همان و مردن هم همان. بلبلی حالا چرا شما ها نمیشونین قضاتونو بخورین؟ قضا سرد بشه. این همه قضا رو یه لقمه کرد. من امشب شب خیلی خوبی بود. سر گیتار نرد گوشی. مش 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 م
بدبختی بیچاره بدی بدی میدونی یعنی چی؟ یعنی که برو گمشه کنار من نگاه کنم نمیشه یعنی بدی یه دست که خودم میکنم یه دست که خودم با سوختم آب رو آب یخ رو کسی یخ آب یخ کسی یخ آب یخ شلو نه خواهی بابا بیدم درش من بیچاره شدم بگم گردش گرده تر ببینم آب رو خیش بابا من امشب باید هر طوری شده برم یه دونگم رو بکنم چهار دون کار من فقط به فقط همیگه ماری شاید جان نرسیدی به 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 زنده باشی مریم جون ببینم زهره کجاست خوابیده؟ بله شامشو خورد و خوابید هی روزگار بچه چیه؟ از قدیم گفتن بچه میوه زندگیه بله ولی چه میوهی؟ میوهی که زحمتش مال باغبونه و نتیجهش مال دیگرون همین بهرام از وقتی که مادرش مرد چقدر من براش زحمت کشیدم چقدر براش خونه دل خوردم یه ها گذاشت رفت پس فردام نوبت زهره است خب دیگه تا بوده چنین بوده یعنی کی میتونه باشه این موقع شب؟ تو سیه چشمی به تماشای چمن کازم آقا بفرمایید قربونت برم الهی چه صدایی شام خوردین کازم آقا بله صرف شده فقط اومدم یه دو کلمه خصوصی با عمو خانم که اونجا رو تخش اختلاط کنه عمو جون من تو اتاقم برو عمو جون بیا بالا پیش خونه بشین بز کفشم دارم اینجا کثیف نشه بیام بالا وای این گلاتو تیق داره تیقه شب نشه مشغول لباس خب کازم آقا چطور این وقت شب ساعت 12 دوازه نه به جان خانه تا حالا از این نجسی لب نزدم مگه تو باشه هر طور میلت دوش جون میگم عمو خانه چیه بنده از اینکه بی موقع مزاحم شدم اجازه بدید اینو بریزم واسهتون تا بعد باقیشو بگم بابا لفتش نده حتما یه کاری داری که این وقت شب اومدی سراغ من تو شمع پلیسی داری به خدا این شمع پلیسی تو رو باید روشن که گوشو تاکچی میگم تو چجوری فهمیدی که من یه کاری دارم اومدم خدا بیامرز اون پسرت که یعنی منظورم که اون رفت قاطی مرغا حالا دیگه نوبت منه که برم قاطی مرغا تا اینجا قضیه چجوری بگم سر مریم جون بیکلا مونده مثلا اینه که این لیاقت چه در بندی میبینین من همینجوری میمونم مریم میگیرم چشمم کور میشه داماد سرخولت میشم بالاخره یه لقمه چیزی از تو هم میخوریم هی روزگار چیشو بیار این پیاز و این سیب پوست بگم بخور بیار والا تو جوونه بدی نیستی ولی خب باعث میبینم مریم خودش چی میگه آره نمیشه همین الان بپرسین چرا اشکال نداره خب پس بپرس خدا موافقت کن ببین مریم جون بهرام که تو رو ول کرد و رفت دنبال اون دختره عجب نجسی چه بره سگی اتفاقا کاظم جوان خوبیه معلومه که اهل خونه زندگیه از اون گذشته لب به عرق و شراب هم نمیزنه کاظم کجا رفتی؟ نه خدا برگم بده دارم کار میشه همون خدا یه کاری بکنی
که تو ماست. خالی شد. یواش پس کار کنی. این موزه شده کن. الو الو کی بود؟ میدونم حرف نزد گوشی رو گذار. الو سلام جناب علی. میخواستم بیام منزل مبارکی، ترسیدم بیرونم کنیم. شما کی هستی؟ یه دوست فراموش شده. جمشید. بله متشکرم. ببینی هنوز فراموشت نکردم، هیچ وقتم فراموشت نمی کنم. بالاخره ببینم کیو؟ جمشید. نفهمیدم تلفن ما را کجا پیدا کردی؟ چت شده؟ خب از دفتر تلفن یا از زن پدرم گرفتی؟ این مردی که نمیخواد دست از سر تو برداره. خب به من چه؟ ایو معذرت میخوام. اینقدر حسرت نباش جونی. بی تو بقیم که خوره اصل خوریه. هر جا آویزون کنه خوش بگیم. یا فوقلاده بد سلیقه یا خیلی خسیسی. این کیه رفتی خریدی؟ ساعت دیگه. ساعت نهیدی؟ جیری بقیم این که گردم بند شطوره. من با چه روی برم خونه ای بهرا؟ تو به من گفتی برو ساعت چشروشنی بخر بیار. منم ساعت چشروشن قلم آورده. تو هم رفتی خریدی. نصف دخلی تاکسی رو میخوری، تازه دست و دلت نمیره یه چشم روشنی یه حسابی واسه قوم خشایی من بخری. اولا دیگه قد تاکسی تاکسی نکن، دلخور میشم مرگی تو. صد دفعه بهت گفتم بین زن و شوهر نباید این حرفا بشه. مال تو مال منه، مال منم که مال خودمه، یعنی مال شوهره. فهمیدی؟ شوهر مردمم شوهر میکنن، منم شوهر کردم. ای به خشکی شانس. بله بله بله. اگر یک دفعه دیگه اینجوری با من حرف زدی، اون وقت هر کی دیدی از چشم خودت دیدی. مثلا چیکار میکنی؟ ها مثلا چیکار میکنم؟ حالا بدونم بذارم اینجا تو بدونم چیکار میکنم. یکی ماچ مالیزاسیونت بکنم. ای بلم کن بلم کن، من دست نکنم. میتونه خبرتونه مشغول. سلام خانم جون. باز که شما مثل سگ و گربه پریدین به هم. اگه یه دفعه دیگه اینجوری با هم رفتار کنین جفتتون رو برم کلانتری. امو خانم بنده معذرت میخوام، این مال بنده. خب تو چی میگی؟ هیچی. موضوع چیه؟ ببین سرکار خانه جون، شما میدونین که بهرام و پری خانوم خونه جدید گرفتن. دعوا سر این چش روشنی خوشگلی که من رفتم خریدن. تو اینو خریدی؟ بله قربان خودم خریدم. خب مریم حق داره. پسر این چیه خریدی؟ خوردین خریدم اون جون. پس شما میفرمین که بنده بد سلیقه ام. از بازار حلبی سازه خدمه مرگی شدم. دلم میخواد یه حرفی بزنم جون زهره. نه نه یارینا. خب بگو ببینم. شما بیاین خونه ای بهرام. دیگه چی؟ چشم من روشن. چشم روشنه که من خریدم. جون زهره. آخه استغفر الله. میگم امو خانه میخوام برم یکی از اینا واسه شما بخرم بیارم. لازم نکرده. عمو جون اگه منو دوست دارین بیاین بریم. چه فایده داره که شما با هم قهر باشین؟ شما کمی یه پسر رو دارین به خدا خوشحال میشه. الو هیچ یادی از ما نمی کنین؟ بابا ما شوهر کردیم، آدم که نکشتیم. چه عجب خبری شده؟ گوش کنین، ما امروز یه عده مهمون داریم که میان منزل مبارکی. ها؟ آره پدرم به حرف شما خیلی گوش میده. میخوام یه کاری بکنین که با هم بیاین اینجا. والا نمیدونم، بهتره خودت با پدرت صحبت کنی. نه شما صحبت کنین بهتره. به خدا دلم براتون خیلی تنگ شده. این دو روز زندگی ارزش قهر و تر نداری. باشه پری جون، من با پدرت صحبت میکنم، سعی میکنم راضیش کنم. باشه قربونت جون، خوشحال شدم بهم تلفن زدی. خیالت راحت باشه، من یه تلفن بهش میکنم. دوست صمیمی منه. بله اصلا نگران نباش. عزیزم کی بود؟ میدونی کی بود؟ اگه بگم شوکه نمیشی؟ برای هر حرف خیال میکنی شوکه میشم. درست بگو. پری. پری؟ آره. خب چی کار داشت؟ میخواد آشتی بکنه. پشیمونی؟ نه خونه جدید گرفتن، میخواد بریم منزل مبارکیش. هرگز. جوشی نشو عزیزم. گفتم هرگز.
خیلی خوب، نرو. چه دنیا دنیاست، تو قرباش، اونم قرباشه. وقتی 6-7 بچه دورشو گرفت، اون وقت برو طلاقشو بگی. باید رفت اومد داشته باشیم تا بتونیم فکری به حالشون بکنیم. خیلی خوب، بگو یه چش روشنی گرون قیمت براش بخرم. خسته نباشی عزیزم. خوشو عالیه. آهای صاحب خونه کجایی؟ مثل که صدای پدرمه. نه یعنی ممکنه؟ سلام. سلام، خیلی خوش اومدیم. این ساعته صداش نمیاد دیگه. سلام خانم، یه دقیقه ساکت باش. منم سلام علیک کنم. سلام حال شما؟ نه نه نه، من خودم آویزون کنم. بله عمو جونو به زور آوردیم، لوس بازی در نیاره. برو دستشو مارچ. این مسئله آویزون خیلی مهمه. برو بریم کجا آویزونش کنیم. چطوری بزنم به چاقه دیگه؟ خیلی قشنگ میشه. سلام خیلی خونه قشنگی. مرسی. سلام من بله خرید چی کنیم؟ مرسی شاد باش. دستم بلی گم شو. خب دست چیه؟ ماهی آوردی؟ خب پس چیکار کنم؟ بیا تو بنزن پدر. خیلی خوب دیگه، بفرمایید بشینید. بدینش به من. بذارید دست شما. آره اونه گرمی کنم. بفرمید من الان میام. میدونی برم جون، امو خانوی به نظر من واقعا لطف کرده، چون اگه من جاییشون بودم به جان تو اسمی تو که نمیاوردم هیچ، پدرت هم در میاوردم پک. ایبا کازی، میتونی آتیش بپا کنی؟ من آتیش بپا کنم؟ من اومدم آویزون کنم میدن. ایشالله که مبارکت باشه. خوش آمد، مرد زندگی شدی. ولی خب البته سلیقه پری خانوم هم هست. سرکار خانم، اگه عیالات بندم یه ذره سلیقش خوب بود اون وقت بهت میگفت. سرتم زیاده والا. نمیخوای پس بده؟ یه آخه گفتی بعد از فروش پس گرفته نمیشود. مهلا به جان عزیزت یه دقیقه عوضش میکرده. نا کجاست؟ منو نشناخت. هری جون مثل اینکه پدرم اینا. خب پری بلند شو بیا. هفتی بکش باش بدون چیه؟ قربونت برسانم. سلام. بفرمایید. خیلی خوش اومدی. سلام. سلام. بذارید معرفی کنم. مریم جون دختر عموی بهرام، کاظم خان شوهرش. خیلی خوش اومدی. خیلی خوش وقتم. قربونت برم. خوش وقتم. من هم اینطور. سرکار خانه خانم جون پاشو. خانه ایشون اومدن. خانه ایشون پدر پری جونه دیگه. میدونین ایشون پدر ایشونه که بهرام جون باشن. جمعی جفتشون توش کرده. پدر جون کدورت رو بزنین. بله پدر جون. بابا خواهش میکنم، حالا که این موقعیت پیش اومده از خر شیطون بیان پایین. اصلا ما نفهمیدیم اینجا تو اتاق میشه خر سواری کرد یا نه. خواهش میکنم امون جون، اعتصام تو من قول دادی که لج باشی. آره اعتصام خواهش میکنم. کاشت ما میمو چسبونی. خب یالا بالی شد. بفرمی دیگه خونه خودتونم تعارف میکنی. عجب آدم های تعارف. خب پدر جون به کلبه خرابه ما خیلی خوش اومدی. کلبه خرابه که نه، ولی لونه موش. لونه موش؟ جای مغلوب تو نفست نمیگیره اینجا زندگی میکنی؟ از اون باغ و اون خونه تا این آلونک؟ بله اتفاقا برای شروع زندگیشون خیلی هم مناسب و قشنگ. آلونک خیلی قشنگه. قربان گوشت رو بیارین جلو. دماغ نه گوشت. میگم حق با شماست. چون شما بله آقا. بله آقا. درد خانه جون تو حق با توه. یه چیزی بهش بگو. بگو بله آقا. بله آقا. خیر آقا. شلوغ شد. بس کن دیگه اعتصام. کازی اینجا ببینم. وقت ندارم. گفتم بیا اینجا ببینم. اونجا میخوای ببینی؟ خب اینجا بشین ببین. چی؟ میگم من دیوونه شدی. چرا داری دو به هم زنی میکنی؟ خودشون دارن هم میزنن. من هم میزنم. خب بشینم اینجا. خواهش میکنم حالا یه چیزی میل کنین. هرشو پشت پذیرایی کن. خواهش میکنم دیگه حرفای خوب بزنی. بله از اون خوب خوب هست بزنی. که هنوز سفارش ندادیم. سفارش؟ آخه ما آرزو داریم نوه‌مون رو ببینیم. خب اگه نوه میخواستی چرا به خودم نگفتی؟ دلخور شدم مرگ تو خانمون. خواهی بسرم. بله به قول مریم بچه میوه زندگیه. ای آقا نمون میوه میخواه. اینا خودشون بچه هم. خیلی زندگی روبرای دارن. اینا خرچند. بفرمایید زندگیشون چشه؟ بله بله خب چشونه. آدم وقتی باید بچه دار بشه که بتونه از عهده تربیتش برمیاد. بابا صلوات بفرستین شما.
تربیت رو با اسکناس میکنن آقا جون. چرا آقا، هر کاری وسیله میخواد. بله، ولی پول وسیله هر کاری هم نیست. اصلا چرا با من بحث میکنی شما؟ چی حوصله بحث کردن داره؟ بنده دارم، خیلی خوبشم داره. بشین تو. چجوری بشینم دیگه؟ عمو جون، خواهش میکنم محض رضای خدا بس کنین. آخه مثلا ما اومدیم منزل مبارکی، من برم یه چیز خنک بیارم گلوتونو تازه کنین. نه لازم نیست، ما داریم میریم. چه بابا، چرا به این زودی؟ کجا قربان، شما که هنوز عرقتون خوش نشده. خانم خواهش میکنم، مال تو وضع خرابتر نشده بهتره بریم. خواهش میکنم بابا جون، بهتر زحمت رو کم کنیم، اینجا جای ما نیست، بریم. این قالیچه خیلی قیمتیه دختر، ازش خوب مواظبت کن. اینا احتیاج به قالیچه قیمتی ندارن، اینا محبت میخوان. بله محبتی هست. شما رو به خدا دست بردارین دیگه. شما جاشون صحبت بکنید. بله پس چی؟ بابا خواهش میکنم بس کنین دیگه. آخه روز سنگمون رو با هم وابد کنین. من با شما طرف صحبت نمیشم. به درک اصفر که طرف صحبت نمیشی. اصلا جایی که شما باشین برای من ننگه که باشم. بیا میری بچه‌ها. شما تشریف داشته باشین، ما میریم. آخه ما میریم. ما میریم. آخه ما میریم. ما میریم. ما هم میریم. عجب بریم بریم. خدافظ. خدافظ. یه داریم اینیم نقچی کار میخوام بکنن آخه. چرا تعارف میکنی؟ نه متشکرم رام جون. اشکالی نداره، خواهش میکنم جام شد. نه آخه نمیشه. منزل کجاست؟ فکر نمیکردی بازم سر کلام پیدا بشه ها؟ مثل اینکه از شما چیزی پرسیدم. جمشید خان، من شوهر دارم، از زندگیم خیلی راضیم. عجب، لطفا نگه دارین من پیاده شم. من که جسارتی نکردم. پس مثل یه جنتلمن منو برسونین و یک کلمم حرف نزنین. با کمال میل. کی بود؟ گفتم اون کی بود؟ داشتم میگفتم جمشید بود. پس جمشید خان بودم، بله؟ عدو در نیار بهرام، طوری نشدی؟ بله، به نظر تو خیلی بی‌اهمیته. بهرام، من اگه اونو میخواستم که قبل از تو بود؟ نمیشد محلش نذاری؟ چی کار کنم؟ مردم طوری نگاه میکردن که انگار اون میخواد منو... دیدم فکر بد بکنن، برای همین مجبور شدم آشنایی بدم و سوار ماشینش بشم. یه پاسبان صدا میکردی به عنوان مزاحم، ازش شکایت میکردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم، تو پاک خول شدی یا؟ من خول شدم؟ آره خول، خول و دیوونه، زنجیری، خول. میخندی؟ میدونیم فردا صبح زود میرم یه ماشین واسط میخرم که دیگه منتظر تاکسی بانست. خوب عالیه. بفرمید. بفرمید. این پیش قصد قرار داد، اینم 5 تا بلیت هواپیما. قربان بخواست 6 تا بگیری. چرا؟ آخه من خودم تنهایی 2 تا سر دلیل لازم دارم. تو تمام کاباره های جنوب براتون برنامه تنظیم شده، امیدوارم ازتون راضی باشم. جنوب که چیزی ره قربان، با شوالم که بریم از اون راضی راضی میشم. خیلی خب، فردا صبح زود حرکت میکنید. مریم جان، زود باش جلو بزنی چمدونو ببر. یعنی چی؟ یعنی مسافرت دیگه. مسافرت کجا؟ گوش کن جیگر جون، گوش کن تا وسط بگم. یه بانی خیر پیدا شده از گروه مطربی ما دعوت کرده که بریم تمام مناطق جنوب از تبریز گرفتی تا خود آبادان کنسرت بدیم. اینه که ما باید بریم اونجا بدیم. تبریز چیکار داره به جنوب؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم دیگه سر تاریخ جغرافی اونا جربست نکن.
چمدون رو ببین. چمدونا رو. خیلی خوب چمدونا رو. ولی ولی نفهمیدم. منظور چه بود؟ منم میام. یعنی شما با بنده میان اونجا کجا؟ بله، از تبریز تا خود آبادان. تو این هوای گرم 45 درجه و نیم حرارت زیر صفر تو میخوای با من پاشی بیای آبادان؟ بله، مگه چطور میشه؟ گوش کن مریم جون، اشکالی نداره که تو هم با من بیای، فقط من میترسم که خدای نکرده بچه‌مو تو آبادان گرم و زده بشه. بچه‌مو؟ کدوم بچه‌مو؟ ای همونی که قراره بالاخره به دنیا بیاد دیگه. من که میدونم بچه رو درست کردم، تو چطور خبر ندید؟ گوش کن کازی، من نمیذارم تو تنهایی بری و هر کاری دلت میخواد بکنی. نه من نیستم، من تنها نیستم، بر بچه‌های دیگه‌م هستم. من به کسی کاری ندارم، من میام. نمیشه. میام. نمیشه. میام. بیا. خوش اومد، خوب بود. نگفتم خوبه، خدافظ. تو رو خدا هر روز تلفن بزن، من نگرانم. هم صبح میزنم، هم زور میزنم، هم شب میزنم، نصفه هم دمدمای زن تو که منو میشناسی. خوب کنه دارم بودون میخوری. به سلامت. اگه تو هم میومدی مسافرتمون دیگه هیچ نقص نداشت. حالا چه اصراری؟ ایشاله پاییز با هم میریم تمام جاهای خوب جنوب رو میگردیم. نمیدونم چرا دارم میخواد تو هم با من بیای. بگو بهرام، تو همینطور واسه خودت میبافی یا من نمیتونم گرما رو تحمل کنم، گرما زده میشم. خیلی خوب عزیزم، خیلی خوب. حالا سر سفری اوقات تلخی رو ننداز. بس که بچه هم بابا هواپیما حرکت کرد. آخه کجا حرکت کرد؟ بریتش دو جیب من حرکت کرد. بیا دیگه. ساکم حاضره؟ آره. خب خدافیز. خب سفر بخیر عزیزم، خوش بگذره. زود برمیگرد. چه خبرتونه؟ نظر میکنه هواپیما میره. بنده اختیاری با سبینه با سبینه با سبینه بب بب جای لب و نگاه کن بب 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 با نام شده بچه ها. دلم میخواست نصف ثروت این یارو که کنسرت رو جور کرده مال من بودش، اون وقت بهت میگفتم چیکار میکرد. یارو چیه بابا؟ کلی بدبخت پول خرج کرده. اسمشو بگو. باشه اسمشو میگم. اسمش چی بود اون یارو؟ آقای جمشید. جمشید مشکنبری؟ جمشید تورانی. چی؟ هیچی بابا، باید بریم توران زمین. مثل اینکه شما از روم نمیری. من نمیخوام به تو صدمه ای بزنم. خیلی خوب، پس یه کار دیگه میکنم، پلیس خبر میکنه. نه گذاشتم. آقا برگرد. خیلی خوب، اگه واقعا کار ما به این صورت در اومده بهتر من برم. ولی قبل از رفتن یه خواهشی ازت دارم. بفرمایید. اجازه بده این گردنبند رو تقدیمت کنم. بیندازش دور. خواهش میکنم. برو گم شو. باشه. خیال کردم تو پاک و معصومی، باید میدونستم که گرد داده گرد میشه. چرا؟ تمام دستیسان دیر سر تو بود، تلفن های پیاپی با ماشین رسیدن ها کسته تو شهرهای جنوب سر همین بود که نخواستی با هم درست بیدم یا نه؟ نه بهرام گوش کن.
شده برم جون؟ یعنی ما نباید بفهمیم چی شده میشه؟ کجا میخوام بری؟ نسا پهرم کجا میخوام داره؟ باید کجا داره بری بابا؟ یه تصادفی داری؟ کون کجاست؟ ببینمش مرده یا زنده است؟ سرش بگیر بلندش کن. آها ببریمش اون پشت. اون پشت بله. به روش خودم مالجش میکنم. دیدم و الله و الله همونجا نفته شده بودیم. اگه من نبودم تا الان مرده بودیم. شده بودی و به درد ساعت فروشی میخوردی. صدای چیه میخورد؟ صدای یه خرسه. من یه خرس گنده و لقب قایم کردم. جدا اون عقب یه خرسه؟ نه، بیچاره دیوونه است. دارم میبرمش آسایشگاه خودم. پس شما دکتر دیوونه هایی؟ بله، با روش جدید. من کجام؟ بیا تو کوره بلکوری نفلش. بیا بابا بخور، جیگرت حال بیاد. بخور، فکرشم نکن. به من میگن سرکار ایمانی، بلگ چغندر که نیستم. مطمئن باش هر طوری که شده پیداش میکنم. الان سه روزه که رفتی؟ سه روز که چیزی نیست. پری پدرت اومده. پدرم بفرمایید تو. بفرمایید تو. متشکرم. از این پسر خبری نشد؟ پیداش میشه. بیا بریم دختر. بله؟ من با شما حرفی ندارم، میخوام دخترم ببرم.
اولا اگه دختر شماست عروس منم هست، ثانیا اگر میخواست بیاد خونه جنابالی خودش میامد. ده شما بدبختی سرش آوردین. ما بدبختی سرش آوردین؟ جنابالی و اخوی خانومتون این بساط رو راه انداختین. اما جونشون مهمونه. بنده مهمونی نیومدم، اومدم دخترمو ببرم. انقدر دخترم نکن. این کارم بایدم بکنم. چرا دست از سرم بر نمیدارین پدر؟ یه دفعه آزادت گذاشتم، این دست گلو به آب دادی. شما بهتره بچسبید به ثروت بادآوردتون. شما رو چه به محبت و این حرف. شما برید وظیفتون رو انجام بدید. چه کار دارید به کار یه پدر و دختر؟ عروسمه. اصلا شما به چه اجازه داخل خونه من شدی؟ این حرف رو نزنی بابا. آخه منم آدمم، از منم بپرسین که چی کار خیال دارم بکنم. راست میگه؟ دروغ میگه. من همینجا راحتم پدر، همینجا میمونم تا شوهرم برگرده. تموم شد و رفت. خوش گذر. جهنم برای یه روز پشیمون میشه. اون روز نمیاد. خوش اومدی. گریه نکن، گریه نکن. پس قضیه این بوده. بله آقای دکتر، برای همینه که از زنم متنفرم. به طوری که اگه بدونم چشمم خوب میشه و میتونم اونو ببینم، ترجیح میدم تا آخر عمر کور بمونه. این حالت شما ناشی از یک نوع بیماری خاصه که بهش میگن واپس‌زدگی عقده ادیپ، که مربوط به تکامل لیبیدوه. برای معالجه این حالت به همینطور کوری هیستریکتون، شما باید با من که دکتر معالجتون هستم ترانسفورپوزیت باشید. متوجه شدی؟ بله. نه خیلی، میدونید چرا؟ برای اینکه من یک مش اصطلاحات روان پزشکی به کار بردم. آقا مگه تو دکتری؟ نه خیر. تو یک کوری، نه دکتر. ترانسفورماتور تو با من پوزیتیف نیست. متوجه شدی؟ بله 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 دکتر، بله. خیلی خوب، پاشو بشین. تو بنداز روی هم. بله. بیا اینجا پیش من واسه. چشم. آجروبه. این نه، اینو. اینجا چیون. چشم دوتو. دیوانه است. چی باید بزنم؟ دوید آب میده، لوله ایزوشم که باد میده. 500 تومن حالا خرج. بابا دلت خوشه، سویچ بده من ببینم. یالا نفهمیدم سویچی واسه چی برداشتی؟ میرم رو تاکسی کار کنم. اگه سوارشی به مرگ مادرم خیسته دیم. اوکی خاره، جرحتشو نداری. بله راست بگی، بارو بیا. پسر من آخرش تو رو جلبت میکنم. اطاعت قربان. همش تقصیر اونه عمو جون. همش تقصیر توه، تقصیر منه. آره تقصیر توه. آخه چه خبرتونه، هار شدی؟ تو رو خدا ببین، تمام جونمون رو خسته. من اومدم بهتون خبر بدم که بهرام پیدا شده. راست میگی، من خبر بدم. بهرام پیدا شده. من سوار خوشم از بودم همینو بگم. از کلانتری به من خبر دادن که دامادم پیدا شده. ولی مگه میشه حرف زد؟ اینجا دیوونه خونه است. آهی نخور آقا. از قرار معلوم چشمش آسیب دیده، میخوام ترتیبی بدم که بیارنش تهرون عملش لازم نکرده.
با سرکار میخواین ثروتتون رو به رخ ما بکشین؟ من صلاح کار خانوادمو بهتر از شما میدونم. خانواده شما پسر منه، داماد منه، پسر منه، داماد منه. شکم به شکم سدی، این اصلا اون رفیق خود منه. یه دقیقه بار کنار کارمو جون. ببین اگه 500 تومن بهم بدی لونه ایزو درست کنم و بینتونی جوش کاریم کنم مرگ ننت بدی. برو حالا تو هم نمیدی؟ آی آی برو کنار. اگه بهت نگفتم حال بکنم بهتون بگم سرکار. بله من میرم میارمش ببینم کی میتونه جلومو بگیره. میبینیم و تعریف میکنیم. ببینیم و تعریف کنیم. برابر با پولی شما قیمت داره. الان با هم میریم. الان بکشید. الان کنه با
میکشم جانمه. ببین چی دارم میرم، خوشت میاد؟ دارم میرم دیگه، دیگه از این بهتر نمیتونم برم. خیالت راحت باشه. بچین تو بینم، بچین تو بفرنگ باشیم، بیاین تو دیگه بابا، خالیشین تو دیگه، بکشش تو بلنده یک حرکت بکنم خیلی حالا دیگه همش من باید فعالیت کنم، یه خود زور بزنی خیلی خوب بشن شد، سباشین سباشین دیگه سباشین دیگه سباشین دیگه نگاه کن چه بیماره تو دادی بیدادی این قطار شطورم تموم شدنی نیست سرده کردم، نگاه کن آقا زودتر ردش میکن، من کار دارم آقا من میرسم بیداد بر من نه خیر تموم نمیشه برو جنو برو برو آقا برو آقا اون زنجیره واکن ما بریم تو نمیشه اگه دیوونم باشیم نمیشه بریم تو نه نمیشه از اون زنجیری هاشم باشیم نمیشه نه خیر چه فرمایشی داری؟ من پدر بهرام هستم همون بیماری که نابینا شده خود آقای دکتر به ما خبر دادن که بیان الان بهشون میگم باز کن داره باز میکنه تا اتین نایمده باید بچفیم تو برو کم بشینین دوباره نمونین گل درم اگر دیوونه بونه قشنگی دیو نترس این قراری و بلبل نشوندن دو طرف باشی بیا من با تو هم خودم اینه دیوونه طرف هم نریم بیا بتونی بگول بگولی من میشنسی فرمایشی بود سم نریم سلام سلام خوشبختم من مطالی زیاد خوشبختم خانمشون خانم بهرام عروس بنده است مگه حرف بعدی زدن؟ جب چی بکنه؟ بهشون به هیچ وجه حق ندارن با شوهرشون ملاقات کنن یعنی چی؟ چرا؟ علتش پس این که از ریختتون بیزاره و اگه شماره باز ببینه بیماریش عود میکنه پس تکلیف چیه؟ با من یه شمه دار نکن با میگی یعنی من دوتا به ستا بکن خواهیش هم تکلیف کنم خیلی خوب دیوونه تر از همه این چیه؟ ولی آقای دکتر ما یه دیوونه خطرناک رو تا اینجا دنبال خودمون کشوندیم اون سوار یه اتومبیل قرمز کروکیه ترتیبش رو میدم دلیل شمشیر بازی به محض این که فرو کنم کارش تموم میخواد فرو کنیم باز کجاست؟ این دیگه چی میگه؟ باز کجاست؟ دنبال چی میگردی؟ دو تا شست تومانی مو گم کردم کجا گمش کردی؟ تو انبری پس چرا اینجا دنبالش میگردی؟ باز اینجا تاریکه شست تومانی گم کردی بیا این یه شست تومن اینم شست تومن صدی بیست بیر خود هم آسره داری؟ شست تومنیش گم شد بری برو پولتی گرفتی برو دنبال کاری ما بالاخره سر در نیاوردیم اگه چشمش عب داره واسه چی تو دیوونه خونه آوردنش آخه سرکار خانه شاید چشم باطنش کور شده با به حق چیزایی نشنیده اصلا چرا به ما نشونش نمیدن؟ بله چه نشونه؟ سمنه من با ضمانت شما پدرتون آزاد کردم اما این دلیل سالم بودنش نیست پدر شما مبتلا به عقده خود بزرگ بینیه که این مربوط میشه به سینما اسکوپ پرخاش بله سینما اسکوپ بله درسته تشخیص منم همینه ما بهتره به کار خودتون برسیم باز شروع کردیم همه آتیش از گور شما پا میشه بله درست میگی تو ساکت باش خواهش میکنه همه باید ساکت باشن تا آقا عقده خود بزرگ بینیشون تسکین پیدا کنه بله به شما مربوط نیست ساکت اینجا بیمارستانه بیمارستانه دیوونه شدم بفرمایید اینم دلیل بیماری آقا عمو جون کوتاش کنین دیگه نه خیر کوتاش نمی کنن ما هرچی کشیدیم از دست آقا بوده شما باعثش بودی بابا آخه یه خوردم فکر شوهر من باشی آقا داماد من کجا پسر منه نه این داره که داماد شما باشه دامادمه پسرمه دامادمه اینا دیوونه دامادمه پسرمه اینه دامادمه دامادمه پسرم دامادمه پسرم دامادمه پسرم دامادمه دامادمه
پسرمه، پسرمه، داماده. همشونو ببرید، ببندید به تخت، زنجیرشون بکشید، بیمار روانه، همشونو ببرید، کسی دارشون بزنید، برای دیوانه کردن. یلا اگه آزاد شدم حساب چه میرسه؟ تو به اون مسکیت بیاد چشاد افتاده زمین؟ بگیر اینه که بگیر تو خودت از همه دیوونه تری فهمیدی؟ یه بازگر یه گله رو گرم میکنه بازگر خودتی حرفتا بازم دست بردار نیستین دکتر شماره دیوونه تشخیص داد ما پاسوس شدیم اگه از اینجا خلاص بشم علیه همه تون اعلام جرم اگه خلاص شدی با کامن میشم خدایا من چقدر بدبختم هیچ کس به فکر من و شوهرم نیست خفش تو هم با اون شوهر کرده خفه کسی میشه که این جنجال رو انداخته نفرده با من بودی؟ بله ترس نه نه خدا نه خیلی خوب پس آروم باش چشم بره بیرون کمیسیون دارم دیوونه های تازه وارد دارن همدیگر رو میخورن دارن همدیگر تیکه پاره میکنن چه گفتی؟ بلی کله اجداد تو قسمه بخوام دروغ بگم دعوا بلی چی؟ این کی بابا؟ سلام سلام و زهر مار بازم کن یه شرط داره عزیزون شرط چیه این دیوونه الان بر میگرده سه دون تاکسی رو اسمم میکنی یا نه؟ حالا وقت این حرف هاست؟ اتفاقا بهترین وقتی آره یا نه؟ نه خیلی خوب پس همینجا لولا کن تا دیوونه بیاد بخورد عزیزم جونه ببینم برنامه خط کردن اره پسرمه دامادمه پسرمه حساب تو میرسم خواهش میکنم میدم اخراجت کنم بارو امو سکر یا حضرت عباس اوره داره پنج من یونجه پاک نکرده بریز این جلاش تا همه شو بلون بونیم اینم با آب و صابون تنقیهش کنم بابا دکتر من چه گناهی کردم؟ شما هیچ میدونید که شوهرتون از دیدن شما رنج میبره حتی از شنیدن صداتون شما باید در بند باشید تا مانع معالجه شوهرتون نشید میشه یه پیغام به اون بیمار نابینا بدین؟ نه متاسفم خواهش میکنم یه کاغذ بدین یه چیزی بنویسم ببرین براش بخونیم اشکالی نداره لطفا یه قلم کاغذ بدین بفرمایید این کاغذ رو مریض فرج برام کوری نوشته متشکرم متشکرم چرا این لعنتی ها نمیان وازمون کنن؟ اسکی صدای اتیه باید همینجا باشم برو تو اتی همه دراز به دراز دمر افتاده جان بای 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 گوش کنی چی میگم اگه شرط کنی که با هم دیگه دعوا نکنی بازتون کنه ولی خدا به شما مرمزی ها فهمیدی چی میگم یه نه خیلی خوب از خدا حافظ خیلی خوب باز کن بله مثل اینکه شما پیغامی برای بیمار داشتید خیلی خوب شروع کن بهرام خان من جمشیدم چی؟ رازل نومرد من آن خفت میکنم ساکت و گوش کن من فلجو ببخش خیلی خوبه که داوابیش ده گیرن به تو بزن چش من هیچ وقت عاشق زنتون نبودم اونم هیچ وقت منو دوست نداشت
ما دو تا قطب مخالف بودیم. من فقط چشمم به ثروت پدرش بود، ولی حالا دیگه همه ثروت دنیام برام فایده ای نداره. من دیگه نمیخوام، یعنی نمیتونم که مانع خوشبختی شما دو تا بشم. اون روز من میخواستم پری رو اغوا کنم، ولی اون به هیچ وجه زیر بار نمیرفت. باور کن اشتباهی قبلی بین من اون صورت نگرفته. اون پاکترین زنیه که من میشناسم. تو دروغ میگی، دروغ میگی، دروغ. من میتونستم سکوت کنم، ولی حالا دیگه چه فایده داره؟ خیلی خوب، اگه فکر میکنی دروغ میگم بازم سکوت میکنم. من قسم میخورم که پری غیر از تو هیچ کس دوست نداشته و نداره. قسم میخورم که زن پاک و بیگناهه. اگه غیر از این بود زندگی پرتجمل پدرشو ول نمیکرد، با تو زندگی بکنه. اون بیگناهه، باور کن بیگناهه، باور کن. دکتر من میبینم من خوب شدم. بله مسلمه، منم فکرشو میکردم که خوب بیشید شما. دکتر من باید زنمو ببینم. نه زنت اینجاست، برو پیداش. نه نباید زنشو ببینی. سب کن، کجا داری میری؟ تو نباید زنتو ببینی. جانم این بحث اونها چی میگه؟ برم کجا داری میری؟ بگیرینش، نداریم برم بریزونم من از مردم همیشه، اینم از بازیای سر نوشته. دلم میخواد بریم اونجا من و تو، که ما رو چشم نامحرم نبینه. به اونجایی که جز خورشید و مهتاب کسی دیگه ما رو با هم نبینه. چشم بد دورت کنم دور، بسپند دل و آتش سینه. میخوام پیش تو چشمونت بمیرم، که راه و رسم عاشقی همینه. به من میگن تو رو دیوونه کرده کسی که چشم او سهره و جادو. اگه دیوونه ی عشق درسته، که من دیوونه چون فرست روی مسافه به درخت